أن نغر الميامين، سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور، ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. الصلوات بخير بر محمد. مطلب خدمت شما عرض کنم، امشاو هم که استموتر که دیشاو اعلان شد شب زندداری دمزی مکانی مقدس انجام موشه و خبر استین که برای شب زندداری امشاو بسیار زیاد ثواب لکھائی شده و بسیار زیاد تحقیق شده. اک نمازهای هم دره دمانی زیشاو انشاءاللہ وقتی که شب زندداری شروع شد خدمت شما عرض منم. و صبح هم کستا بعد از نماز مغربین شام غریبا کستا اینجا گرفته موشه، انشاءالله مختصر فقط روزه خانده موشه بعد از نماز مغربین کستا انشاءالله منجی یک روزه شام غریبا هم گرفته موشه. عزیزانی گرم انشاءالله ضرور شرکت کنی. یک دنه مسافر است، برای مسافرها زیاد التماس دعا گفتن. مسافرای است که خبرشن هنوز نمده برای اهل خانوادهشن، انشاءالله همی ترکششتین و گوش میدین، این حرام در نظر داشته باشین و از باب الله علیه السلام بخواین که مشکل ازی خانواده هم انشاءالله حل شنن، مریض ها را در نظر بگیرین، مشکلات خود در نظر بگیرین، سیکیورتی و محافظت و امنیتی جلوس های عزاداری را در نظر داشته باشین انشاءالله. برای ازنا هم دعا کنین. و عزیزان گرامی، پیش ازی که عرایز خورما خدمت شما عرض کنم، امشاو اگر کم زر لیتم شد معذرت می خواهیم، البته مترم شاوی شب زنده داری است. یک نکتر می خواهیم عرض کنم که شاوی عاشورا معمولا یامی تر در طول محرم خواهرا و مادرای گرامی دبدانی منبارها زیاد شم روشن منا. ای هیچ سند دینی نداره که بای دانی منبارا شم داخ کنی اگر بدی روشن کنی، اینا هیچ سند دینی و هیچ عالم دینی و هیچ مجتهدی همچنین حرفی را نزده. و نمی خواهیم بورم وقت خورم ضایع کنم تحقیق کنم که ای کار از کجا شروع شد. بری از مو ملاک دینی از موستا، بری از مو معیار ائمه علیهم السلام استا، احادیث از موستا. دمنی یک حدیث هم ای چیز بیان نشده و یک دن از ائمه مو هی کار را نکده و نه یک از دن مجتهدای از مو هی کار را کده. دیگه ما دست بسته از خواهران گرامی گزارش مونم که از ای کار پرهیز کنن، دوری کنن، بجای از ای که امو پیسه ها را بری شم درددو خرچ موشه و بعض اوقات باعث اذیت یمزو خادمین مسجد موشه، ممکنه دودی شمسیا کنه دیوارهای شره و باعث اذیت زنا شونه. امیر بگرین مثلا داخل مسجد بیدین یک لایت بیزنه، یک چراغ روشن کنه، یک توب لایت نداره میده شده پیسی شر باید بخرین بیدین که در مسجد روشنایی باید. ای کار را امیدوار استم که منع موشه. و دویمنا مسئله زنگرامی زیاد سوال مونن که صبح روز عاشورا روزه گرفتویش چی حکم دار؟ صبح روزه بگریم و یا نگریم چی است مسئلش؟ عزیزان گرامی، در روز عاشورا بنی امیه در خوشحالی شهادت امام حسین روزه گرفته بودن، امام را شهید کردن در خوشحالیش روزه گرفتن، لذا ائمه علیهم السلام بسیار در سختی منع کردن. هرچند حرام نیه، مکروه است، لیکن بسیار در شدت مکروه است صبح روزه گرفتن شی. لہذا تاکید شده که فاقه کشی کنین تا پیشین را تا تیمای 4-5 بجه روز را اگو چیز نخرین، از او بعدم رفته یک گلاس آوی یک چیزی دنامی ابا عبداللہ حسین اگو چیز بخرین تا که روزه گفته نشونه. این مسئله روزه عزیزانی گرامی.
ممنا بعضی از مسائل دیگه هم کستا کی زیاد واقعا کستا سوال مشه کی صبح کی جلوس های ازاداری بدر مشه جوان های عزیز د عشق اب عبد الله حسین بالاخره هر کس یک انداز در یک چیز عشق در جان های خرلوج منا و ازاداری انجام میده بر حال مسئله شرعی شر موافقت می خایم چون سوال شده خدمت شما بیان منم کی برای زن زنها اشکال در و حرام است که طرف بدنی مردهای نامحرم نگاه کنه لہذا جوانهای عزیز رخو خلاصه موزی پیشم گفته زی بعدم گفته انشاءالله کی خودونشن با بصیرت است بیدار است از مادرها خواهش مشه کی کوشش کنین در روز عاشورا برای زنها دمن مساجد مجلس گرفته مشه خواهرای گرامی مجلس میخانه برای زنها چون اینا در جلوس رفتن نمیتنه باید دمن مساجد دمن امام بارگاه مجلس گوش کنن دمن مسجد بشنن عزاداری کنه زنها چی ضرور است واقعا بورین در سری گلیا استشنین و جلوس را نگاه کنین عزادارا ای خواهرای گرامی ای مادرای گرامی قافله اسرای شام را خود دمن بازارهای یهودی هم بردن اسرای شام را مردم تماشا مکدن زن و مرد یهودی برای دیوارهای خود سری کوچه های خویسته شده زینب کبرا و سری بریده یا با عبدالله را مشاهده مکدن تماشا مکدن متوجه هستین شما دارو تماشا مونین دارو چی ضرورتی است واقعا چی میخواین حاصل کنین با این دمن مجلس اب عبدالله بشین برای غربت حضرت زینب گریه کنین برای مظلومیت اب عبدالله گریه کنین این اینج باین ازادر کنین هیچ لزومی نداره باور کنین ثواب خو هیچ نمشنه الٹا مبتلا ہی در گناہ مشن خدا نخواست لہذا یہ پیغام رحم شمو بیر سندن دیگر خواہرہ دا مادرہ بیر سندن انشاءاللہ کی آگاہی حاصل مشہ اگر مومنین یک کمزر اگر پیش بائن انہوں جی کہستا مومنین دیگر مائد دان دروازہ بری زنا استا یک سلوات بے خان کم کم پیش بائن بر محمد و محمد صلی اللہ جزاکم اللہ خیرہ کم کم پیش بائن دوستا منائی کی دان دروازہ استا پیش بائن کی دیگر ہم جائے شن بار دیگر سلوات توجه داشته باشین عزیزان گرامی کی یکی از مسائل بسیار مهم که صبح باید رعایت شونه اول خوب بسیار د برپور انداز د منی ازی جلوس ازا شرکت کدو است ای جلوس ازا را باید مو آباد بیلی و عزیزان گرامی قد توجه منی ازی جلوس ها شرکت کرین امی تر پایای خور خسته نکین امی تر کستا خودون خور منده نکین بغیر توجه داشته باشین برای ازی جلوس ها شرکت کنیم قد یک فکر خاص خود شرکت کنیم صبح که بدر موشین روی خور طرف قبله کده بگین السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله ما در روز خانی خود بدر موشون تا یاد استوره تا هدف استوره تا پیغام استوره زنده کنم قد ازی شرکت کدن نمانی جلوس اینی فکر را در زنخ بیلیم ما هم میخوایم از شما وری در خلاف ظلم آواز بال کنم یا ابا عبدالله ما هم میخوایم از شما وری از منی جامعه فساد را ختم کنم یا ابا عبدالله قد انزی نیت در منی جسی جلوس های عذاب برپور انداز شرکت کنین از زانی گرامی بانی ازی جلوس ها بنیادگزار ازی جلوس ها از زانی گرامی بعضی ها مگن کی جلوس ها باید منی امام بارها و مساجد و تکیه خانه ها محدود باشه عزیزان گرامی غافل ازی کی بانی و بنیان گزاری ازی جلوس های آزاداری خود ابا عبدالله علیہ السلام است روزی کی از من مدینہ دست زن و بچی خو گرفتا بر شد از خانه و نمز روز از مدینہ تا کربلا ابا عبدالله احتجاج کرد اولین قافله احتجاج حسینی را خود ابا عبدالله بدر کرد از مدینہ امام حسین میتنیس دمن خانی خود دمن مسجد النبی بشن احتجاج کرنے گریہ کرنے مائی کارا نہ کر دست زن و بچی خور گرفت بر شدک اعلان کد بشریت را عالم انسانیت را اعلان کدک ما می خواهیم در خلاف ظلم آواز بال کنم ما می خواهیم فساد از من جامعه ختم شنه احتجاج کد اب عبدالله حسین پس کس نگا ای جلوس ها چرا بدر مشن نا ای جلوس ها هدف در مقدس هدف در ای جلوس ها می خواهیم معاشره را اصلاح کنه قد ازی هدف منی ازی جلوس ها شرکت کنی آخر نا نکتہ راز کنم بحث خوش شروع منم خدمت شمو فردا بہترین یکی از مهمترین مسائل فردا نماز زہرین است ازادانا نی عزیز اوش کنین کی صبح نماز زہرین عاشورا محجور نم نازی زان محترم
شمو قد شركت دمن يزيد نماز الظهرين با جماعت درو از مذهب الشيعه در برابر تهمت ها دفاع مونين عزيزاني گرامي چه قدر تهمت ها زده كي نمشه بره مذهبي ازمو از خاطر امزي مغينا خالي ما بره حسين ازاداري منا خدا را فراموش کده بے خبر ازی کہ مو او حسین رازاداری شرمونے کی او عبد خدا بود عاشق خدا بود مو ہم اقتدا منی جوان های عزیز دور از جان شمو جوان های عزیز کی شمو واقعا ما خاک پای شمو استم خاک پای شمو سرمے چم خط یار منم شمو کی روز اول دمنی ازی مجالس ہم دین شرکت کدن هدف یا باب اللہ را پیش بر دین پیغام را بیر سندن دزو جوان ها کی خدا نہ خواستا اگر بے نماز استا بو کہ یار بیا بوری صبح اگر نماز نہ میخانی سر صبح در ظهر عاشورا پس امام مظلوم اقتدا منی و امزون جی نماز خاندور شروع منی انشاءاللہ نماز ظهر عاشورا را عزیزان گرامی با وضو از خانه خو بدر شونین صبح وضو گرفته از خانه خو بدر شونین هر جایی که خدا نخواسته احساس کردین وضو نیاز دارین فوراً بوری ناو پیدا کردن وضو کنین و با وضو دست میزان چوک حضور پیدا کنین و با شکوه نماز ظهر این صبح برگزار کنین ازان گرامی دل اب عبداللہ حسین خوش شونه ایک صلوات بخند بر محمد و آلہ عزیزان گرامی بحث جاری بود دباره ازی کی چی کس رمو میخائی دمنی زندگی اسوا و آئیڈیل قرار بدی عزیزان گرامی دی شاو یک خصوصیتی را دمنی زندگی امام حسین خدمت شما عرض کرو خصوصیت خدا ترسی اہل بیت خصوصیت خدا محوری اہل بیت علیہ السلام ام شاو یک خصوصیت دیگه شنم میخائیم خدمت شما عرض کرو میخائیم بگم کی ابا عبداللہ اینی رنگ زندگی مکن اینی خصوصیت دمن زندگی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام موجود بودک ای صفت عزیزان گرامی صفت خدا است امی خصوصیت رکھی میں خائم عرض کنم کہ من زندگی ابا عبداللہ بود ای خصوصیت و صفت خدا است عزیزان گرامی ہر کس کی صفت را من خود اشتا باشا گویا یک صفت خداوند متعال را من خود را و او کدام صفت ہے صفت غیرت صفت غیرت عزیزان گرامی امام علی علیہ السلام دمنی ایک از احادیث فرمود ان اللہ تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور ولغیرته حرم فضاحش ظاہرها و باطنها اللہ اکبر امام درو میں فرمائید کہ خداوند متعال غیور است و ہر انسان با غیرت را خداوند متعال خوش دارا و زبط امام میں فرمایت کہ خداوند متعال از خاطر امزی غیرت خو گناہان شہوانی و جنسی را خداوند متعال حرام قرار دادا چی دا ظاہر باشا چی آشکارا کسی کار را انجام بدا خدا مگا چون غیرت مند استا گناہار امزی ننگ گناہار خدا حرام قرار دادا دیزان گرامی از رسول اللہ ہم حدیث دارے از رسول اللہ ہم حدیث استا مگا لا اغیر من اللہ احدن ومن غیرته حرم الفواحش رسول اللہ میں مگر در روی زمین هیچ موجود با غیرت تر از خدا پیدا نمشه از خاطر غیرت خو خدا گناہان جنسی و گناہان شہوانی رو خدا حرام قرار داده خدا با غیرت است عزیزان گرامی غیرت مند است پروردگار عالم چی قدر ای صفت مهم است توخ کن خداوند متعال گناہار از خاطر غیرت خو حرام قرار داده بسیار زیاد اهمیت داره خب خدمت شما عرض کنم غیرت چیز را موگا واقعا یک دفعه باید بیش دقت کنیم که همین لفظ غیرت دا چی معنی ای که موگا انسان باید غیرت من باشه خود غیرت دا چی معنی است یک تعریف و یک خلاصه دیفینیشن آسان دا خدمت شما بیان کنم تا یک کسی شما پرسان کد غیرت یعنی چی بیتنین جواب شبیدین عزیزان گرامی شما دمنی زندگی یک بلوک چیزا برای شما عزیز است یک بلوک چیزا دمن زندگی محبوب شما است شما نسبت به یک بلوک چیزا دمن زندگی حساس هستین اگر ایگو کس پای نسبت به امزی چیزا که برای شما اهمیت داره ارزش داره تجاوز کنه تعرض کنه بخواه طرف شی پای حرکت کنه شما یک دفعه در برابر شی استین میگرین دفاع مونین عکس العمل نشان بدین نمیلین تجاوز کنه طرف امزی چیزای محبوب شما اینی رو مگه غیرت کلمه غیرت از تغییر گرفته شده تغییر یعنی تبدل یعنی چینج شدن شما نسبت به یک چیز حساسیت دارین یک چیز برای شما در زندگی ارزش داره وقتی کسی باید تجاوز کنه نسبت به یک شی شما ششته یک دفعه استا موشین حالت شما چینج میشه
چهره شما نرمال ها یک دفعه دمانه چهره شما غضب تاری موشه چند موشه حالت شما این رو مونگه غیرت عزیزان گرامی غیرت یعنی دفاع کردن از ارزش های انسانی و الهی غیرت یعنی دفاع کردن و محافظت کردن از اقدار انسانی و الهی این رو مونگه غیرت لذا عزیزان گرامی توخ که شما اگر امی و یک نکته دویمنا نکته ارز کنم عجیب است واقعا من تعلیمات دینی وجود دارم مگه غیرت یک تمایل فطری در من وجود انسان است یعنی خداوند متعال از روز اول هر انسان را با غیرت خلق منموده هر انسان فطرتا غیرتمند است با غیرت است هر انسان از روز اول منیش است چون غیرت فطری طور پر منیش مو است یک انسان مور در برابر مملکت خود دفاع مونه یک دیگه ملک وقتی میخواه تجاوز کنه برای وطنی عزیز تو موری دفاع مونی هستی خدا نخواسته یک روز یک کسی باید برای مردم از مدام زیال امدار اور حمله کنه اینمی غیرته که مور دروی بری از مور استمونه چرا؟ چون مو خوش داره قوم خوره چون مو خوش داره این شهر خوره چون مو خوش داره این آره یک کسی میخواه قد آبروی تو بازی کنه تو در برابر شی عکس العمل نشان بدی چرا؟ چون آبرو عزیز است عزیزی گرامی پر حدیث وجود داره مگه آبروی مؤمن ارزشی از کعبه کده بالتر است و چی خدر ده آسانی آبروی یک دیگه خور مبری بعض اوقات منه جامعه استن بسیار ده آسانی آبروی مؤمن را مبره تهمت هایی که نمیزنه بریشی اما حدیث مگه آبروی مؤمن از کعبه کده زیاد تر است عکس العمل نشان میدی ناموس انسان برایش اهمیت داره انسان برایش ارزش قائله تا یک کس میخواد تجاوز کنه روی بریش انسان سینه سپر شده استموشه دفاع منسی چرا غیرت دارم مگه ارزش داره برای از من نمیلم تجاوز کنی عزیزان گرامی مو وقتی که نام غیرت را میشنوی فقط غیرت ناموسی در روی بری از مومایه فقط امی چیز جبکه عزیزان محترم مطابق از تعریفی که از غیرت خدمت شما بیان کردم غیرت اقسام پیدا مونه غیرت قومی غیرت در برابر دشمنی که میخوایم وطن تور برش تجاوز کنه غیرت در برابر حفظ آبرو و یکی از مهمترین اقسام غیرت غیرت دینی است عزیزان گرامی در نظر بنده حقیر هر چیز که هر چی قدر ارزش بالتر شده رفت اونم خص باید نسبت به انسان غیرت شم زیاد شده بوره امی دین اگر باشه عزیزان محترم ناموس انسان منه جامعه محفوظ است ام شاو عرض کدوم دین یک جوان را نمیله که چیم خود طرف ناموسی مردم بال کنه ناموس تو محفوظ دین است که در منه جامعه عدالت را برقرار مونه جان و مال تو خانه تو جایداد تو تمام چیز تو محفوظ است دین در حفاظت مونه شد قوانین دینی باعث موشه که انسان در برابر ظلم آواز بلند کنه دین در این چیز آرمگ عزیزان گرامی پس تو کن چه قدر اهمیت داره دین تمام ارزش های الهی و انسانی را دین می تند من جامعه زندگی زنده کنه شد آیا واقعا حیف نیست انسان غیرت دینی نداشته باشه حیف نیست واقعا بسیار در اهمیت در عزیزانی گرامی لیکن امو تر که عرض کدوم جوانای عزیز دقت داشته باشین چون که غیرت یک حقیقت فطری است میتونه مثل بسیاری از امیال فطری و تمایلات فطری فراموش شونه گو غیت میتونه فراموش شونه اگر طرفش توجه نشونه ای غیرت که یک چیء فطری است یک وقتی فراموش میشه مثل یک بلوگ از چیزای دیگه مگر اولاد خو خوش داشته فطری نیه من انسان تا که بچه پیدا میشه من وجود انسان عشق ایجاد میشه نسبت به فرزند فطریه دیگه نه پس چرا دا عربی جاهلی پس قبل از اسلام دختر خور زنده دا گور مکدن چرا؟ مگر محبت اولاد فطری نبوده چرا اونا ای کار را مکدن؟ عزیزانی گرامی چون جهالت از اونا خرافات پرستی از اونا باعث شده بود که اونا طرف یزی غریزه فطری خوش داشتنی اولاد توجه نکنه و این غریزه از بین بره و فراموش شونه بسیار دراحتی میمادن دختر خور زنده به گور مکدن بسیار زیاد است عزیزانی گرامی مگر خدا پرستی یک چیزی فطری نیه من وجود انسان تمامی اسلام و مسیحیت و یهودیت حتی سایکولوژیست های امروز اعتراف مونه مگه خدا پرستی و غریزه دینی و مذهبی من وجود انسان فطری است از روز اول خدا انسان را خدا پرست یار کده خب چرا مو قدر کافر مینگرنی چرا قدر منکر خدا مو مینگرنی چرا قدر بت پرست مو مینگرنی بس وجهش چیه
شهید متحری رضوان الله تعالی علیه یک بسیار خوب جواب میده. دقت داشته باشین عزیزان گرامی، از چی پرسان مونم که چرا شما خو مگین دینداری و خدا پرستی من وجود انسان فطریه، پس چرا اینقدر منکرین خدا امروز من جامعه وجود داره؟ وجهش چیه؟ شهید متحری مگه عزیزم تو خو انسان یک موجودی است که منشی مختلف قسم غریزه ها وجود داره. اوم شاوا مرز کدوم خدمت شما مختلف قسم غریزه های مختلف قسم غریزه، غریزه شهوت، غریزه مال دوستی، غریزه جاه و مقام طلبی، غریزه دینی و خدا پرستی مختلف. مگه هر کدام از این غریزه ها از خود خود نیاز داره، تقاضا مون است. مگه ضرورت مر پورا کو، هر کدامش مگه ضرورت از مر پورا کو، ٹھیک ہے؟ تمام غریزه ها مگه ضرورت از مر پورا کو. شهید متحری مگه اگر یک انسان تمامی از این غریزه ها را، ضرورت هایشان را ده حدی از خود چی به طور مساوی و برابر پورا کنه، انسان بسیار خوب ده هدف خود نزدیک مشه و پیش حرکت قدم را، هیچ مشکل پیش نمایه بر انسان. اگر مطابق ضرورت یزنا، مطابق همزو حد و حدود شرعی یزنا و مو استندرد یزنا، ضرورت های تمامی از این غرایز را تو یک جای پورا کده بوری، انسان بسیار خوب طرف هدف خود پیش مورا، هیچ مشکل هم پیش نمایه. اما شهید مگه یک وقتی بعضی از انسان ها منی غریزه ها جنگ مندخته مگه چطور جنگ مندخته؟ مثال میزنه مگه شما منی جنس وجود انسان غریزه دنامی غریزه جنسی وجود داره، شهوانی وجود داره، و میتر یک غریزه دیگم دنامی غریزه دینی و خدا پرستی وجود داره. مگه یک انسان ما چی مگه؟ مگه ما یا باید ایتر مگه یا ما باید کستا غریزه جنسی را بگرم و غریزه دینداری و خدا پرستی را اله کنم، تمام روز دنبال امزی بگشتم که ضرورت غریزه جنسی خو پورا کنم، مثلا ازدواج کنم، زن بگرم، باز هر راهی حرام مثل حیوان بری خالی ضرورت ازیر پورا کنم. مگه یک معلوم داره که مگه غریزه دینی چیکار مشه؟ فراموش مشه، از بین موره. یا برعکس ایگو کس باید بگه ما فقط غریزه دینداری را میگرم و غریزه شهوانی را فراموش مونم، نمیخوایم خود خور آلوده کنم. این معلوم دار است نتیجهش چی موشه؟ یک روز غریزه شهوانی فراموش موشه و از بین موره. جنگ مندخته مونگه من غریزه ها. شما توخ که نزیزانی گرامی دین مبین اسلام هیچ کدام از اینا قبول نداره. یک وقت یک کسی مات خدمت رسول الله گفت یا رسول الله دا نفر خودون خور منه مسجد بند کدن، زن و بچه خوریله کده رفتن منه مسجد ششتن درو تسبیح گرفتن نماز میخوانه قد خدا مناجات مونه درو، زن و بچه خوریله کده کاروبار ایله کده منه مسجد ششتن درو نماز میخوانه. خبر رسید رسول الله تو کین چیکار مونه؟ نمونه میتنیست رسول خدا ده تنهایی بور مسجد دوازش بند کن و نه تذکر بیده بگو لالمی کار خوب نیه. نه رسول الله مردم را جمع مونه قد از خود خود تو کین حساسیتی مسئله تو کین تمام مردم مدینه قد خود جمع مونه مگه باین در مسجد مسجد النبی ما یک اعلان درم پدش ما یک گپ درم پدش. وقتی که مردم جمع مشه او دا نفر مون ششته رسول خدا شروع مونه اونار نصیحت کرد، بسیار طولانی خطبه میخانه، چند نه جمله شرز کنم. رسول خدا اونار مگه عزیز من ما که پیغمبر شماستم، ما که پیغمبر خداستم هم بعض اوقات لباس نو مبشم، ما که پیغمبری شماستم در طول ماه بعض اوقات غذاها و خوراکای خوب پخته مونم برای خو گوشتم مخرم، ما که پیغمبری شماستم بعض اوقات مورم که زن و بچه های خو میشنم تفریح مونم انترتینمنت برای چرا شما کاسه دختر از اشتیار شدین اینجی؟ چرا ای کار آرمونین؟ تو که دین اسلام او دینی است که مگه ما میخوایم تمامی غریزه های تو به طور مساوی ضرورت هایشی پوره شونه، تا که تو نری در یک لبه و دیگه غریزه رو فراموش کنی شونی یک انسان گوشگیر و یک بلوگ از مشکلات من زندگیت پیش بای علمی مشکل عزیزانی گرامی. مثلا من غریزه علم دوستی انسان و یک غریزه دیگهش جنگ مندخته، من غریزه مثلا احترام ده من جامعه قد یک غریزه دیگه جنگ مندختن، یک دنر نگر دیگر ایلمونن، مشکل پیش مایا، مشکل پیش ما عزیزان گرامی. و شهید متحری رضوان الله تعالی علیه مگه شکست دین ها در طول تاریخ هر چی قصد که دین شکست خورده شکست دین ها تمام شو مگه زیر سر یزو کس هسته که منه غریزه های بشریت جنگ اندختن مگه و تمام شی از تمام کده زیاد مگه مو این شکست را که امروز منگرنی و ضربه منگرنی مگه زیر زر کلیسا و چرچی در مسیحیت در غرب هسته، علماء مسیحی استوام که در زیادی غلطی را انجام دادن در چهاردهم و پانزدهم صدی وقتی که علم انقلاب علمی در وجود آمد مردم دین را از جامعه بدر کردن، کلانترین وجهش یعنی بود که چرچ و روحانیت مسیحیت منی غریزه های بشر جنگ انداختن. چی مو گفتن؟
گفت عبادات یک دنیای دیگه است، معاملات یک دنیای دیگه است. یعنی عزیزم اگر میخوای عبادت کنی تو حق نداره بوری کاروبار کنی، تو حق نداره بوری تجارت کنی، تو حق نداره بوری که استعمال حلال کمایی کنی، بیا فقط عبادت کور باید دل کنی. اگر رفتی تجارت کنی، معامله انجام دادی، روزگار خور صحیح کدی، حق نداره با عبادت کنی. کی عقل شمل قبول اینی کارار کدن گالیله رفت کشف کرد، علم خور ثابت کرد، از علم خو استفاده کرد، دیکھ نتیجه رسید که زمین ده گرد از خود خود چکر مخرد رو. اما تا روحانیت مسیحی خبر شدن که در رو یکم چونین گبی میزنه، چون خلافی افکار مسیحی بود، ایر ده دادگاه ده دا عدالت خواست، ده کورت خواست گالیله را، گفت اعتراف کو که نتیجه علمی است تو غلطه و ایلا تو پانسی میدی. گفت او بنده خودم چاره ای نداشته، گفت چشم ای ما ده غلط نتیجه رسدم، شما صحیح مگین. از کورت کی وقتی بر شد مگه کچڑی کو برے زمین زد، گفت تو چرخ بخور لاله مینا گوش نم، تو چرخ خورده بر، تو کو جنگ میں اندخت درو من عقل دین جنگ اندختن. گفت اصول دین را من اصول دین عقل حق ندر دخالت کنه. یعنی چی؟ یعنی مگه چمای تو کور شنا باید قبول کنی کی خالق یزی کائنات سی دنایا و در عین حال کی سی دناستا یک دنایا و در عین حال کی یک دناستا سی دنامستا. البیا تو آدم پرسان نہ ولا لے ما سیدنگی خدا را قبول کنم یا یک دنگی خدا را قبول کنم. مگر نہ این می رنگ ائے دیگا تکرار کدہ بور تکرار تلقین کو خود خور اگر عقل تو گفت قبول نہ منی عقل خوب کی غلط منی کی قبول ننی باید این می رنگ قبول کنی. یہ ما درو ساده مو گم شما بورین مطالعہ کنین، شما بورین سٹڈی کنین. مو منی اصول دین خود توحید درے اونا تسلیث درا ٹرینیٹی درا اونا منی اصول دین خو سے خدائی اونا، لیکن در عین حال مگه خدای ای تضاد عقلیہ دین مبین اسلام واحد دینی است که مگه بیا مر قبول کو ما قد عقل خو توزیع المسائل بورن واسکن تمام مجتهدات شروعی توزیع المسائل لکای گدا کی منی اصول دین تقلید جایز نیا قد عقل خو باید قبول کنی. اسلام عقل رقا چی جنگ نمونه، بلکه مگه تو دین بخشی تو فایده مند است او ایمانی تر دد مرحله انسان کامل مرسند نه کی قد عقل قاطی پیش رفته باشه. لذا عزیزان گرامی اگر منگرنی د منی یک جامعه صفت غیرت از بین رفته، بفهمین که منی زو جامعه منی غریزه ها جنگ اندخته شده. فقط یک غریزه را ضرورت چی درو پورا مونه، فقط یک غریزه جنسی درو ضرورت چی پورا شده ریه، تمام توجه طرف دنیا پرستی و مال پرستی رفته. لذا می بینیم که خدا پرستی از بین رفته، غیرت از بین رفته، یک بلوگ از غریزه دیگه از بین رفته. ای توجه را داشته باشین. امزو خاطر دین اسلام درو مگه غریزه خود کنترل کنو مگه و مشاورس کدوم خدمت شما اهمیت مسائل درک کنین عزیزانی گرام. اینی دو مگه چی؟ غیرت عزیزانی محترم. یک صلوات بخوان بر محمد و امام علی علیہ الصلوۃ والسلام منی نهج البلاغه منی بحار الانوار علامه مجرسی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث از امام علی نقل منا، ایک حدیث نقل منا. امام چی مگه؟ امام مگه پروردگار عالم برای انسان، پروردگار عالم کستا خوچی غیرت مند است و برای انسان مؤمن خداوند متعال غیرت قائل است. لذا امام مگه خداوند متعال خوش داره که انسان از خود خو غیرت نشان بده. انسان باید غیرت داشته باشه و از خود خو غیرت نشان بده. آخری جمله امام عجیب است عزیزانی گرامی. امام مگه او انسانی که غیرت نداره قلب شی الٹا ہے، مگه قلب شی الٹا ہے. علامه مجلسی خدا رحمت کنه بعضی از احادیثی که سخت است منی بهار الانوار ما اونار توضیح میده تشریح شی بیان نه. میانه چی امام علی فرمود قلب انسان بی غیرت الٹا ہے. معنیش چیه؟ علامه مجلسی مگه شما کاسه را دیدین؟ کاسه را منیش اگر آش باشه او باشه الٹا کنو چپا کنو شو تمام آش منیش استیج مورا میریزه، هیچ چی منیش نه اومنه. کاسه الٹا هیچ چی منیش نه اومنه. علامه مجلسی مگه قلب یک انسانی که از غیرت محروم است این میرنگ الٹا ہے، هیچ چی منیش نیا، تمام از منیش ریختہ. چی ریختہ؟ چی از منیش پریدا؟ حیا نیا مگه منیش ریختہ، شرم نیا منیش، تمام ارزش های اخلاقی از منی خاصه قلب زو برو ریختہ، هیچ ارزش اخلاقی منیش نیا. لہذا مگه مزو خاطر بسیار دا آسانی تن دا گناہ میدا، بسیار دا آسانی گناہ انجام میدا، بسیار دا آسانی طرف ناموسی مردم تو انسانی که غیرت نداره. امام علی مگه قلب ازو الٹه و هیچ چی منیش جای نمیگره. عزیزانی بسیار اهمیت داره. شما بورین توخ کن تاریخ انبیای خور مطالعه کنین. انبیا که هر کدام چه در زمان خو بهترین و منصف ترین و بزرگ ترین انسان های روی زمین بودن، کامل ترین انسان ها. عزیزانی گرامی
حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام شنیدین خبر ان کی مو یک پدر جسمانی داره کی حضرت آدم ہے و یک پدر روحانی داره کی حضرت ابراهیم است. حضرت ابراهیم پدر دینی از موست. چرا؟ چون مو تمام ادیان الهی اسلام و مسیحیت و یهودیت دین خور از ابراهیم علیه السلام گرفتی. چرا مو میگی رسول خدا گفت دین از ما دین ابراهیمی است؟ چون از اونجا گرفته. چون اولین کسی که شعار توحید را بسیار خوب بلند کرد حضرت ابراهیم بود و اولین کسی که مسلمان ها را نام مسلمان داد حضرت ابراهیم بود از خاطر هم عقیده توحید چی و انا اول المسلمین من آیه قرآن است ای حضرت ابراهیم مگه و انا اول المسلمین ما هیچ شریک برای خدا قائل نیستم لا اشرک به احدا برای خدا هیچ شریک قائل نیستم و برای انمزی هم مبعوث شدم که انسان ها را توحید پرست کنم و داخلش مگا و انا اول المسلمین ما اول نه مسلمان استم اینمی حضرت ابراهیم علیه السلام را بورین غیرت شر توخ کن مگا یک روز دمانی خانه وقتی که درون مش حضرت ابراهیم منگرنه که یک جوانی خلاصه خوبصورت مویایشم سفید رنگ انتر خلاصه یک خوب دیزاین موی داره استه و دروی بریشم زنی گرامیش استه یک مرتبه برای حضرت ابراهیم علیه السلام سخت تیر مشه او ابراهیمی که وقتی سفر مکد حاضر نبود کس دمنه کجاوه همسر شیر بینگر نه حالی میبینه یک جوانی نامهرم دمنه خانه شی دو غولی سهن خانه استایه و روی بریشم زن شی فوراً مای روی بریش استم شد چی منی تو درو منی خانه از مای نامهرم چیکار منی تو چی می خواهی یک مرتبه او جوان مگه که ابراهیم ما فرشته خدا حضرت اسرائیل استو در شکل انسان هم ده بوده در خانه حضرت ابراهیم خبر این که فرشته ها دیگه ده منی خانه هر کس مور برای زنا محرم و نامحرم معنا نداره چون فرشته انسان نیست اون منی خانه هر کس مور فرشته ها و فرشته ها ای قدرت داره که خود خود در شکل انسان ها تبدیل کنه برخلاف شیطان شیطان هم میتنه خود خود در شکل انسان ها تبدیل کنه و هم میتنه در شکل حیوانات در بیا شیطان امزو خاطر شما دیدین منی روایات وجود داره مگه یک وقت شما مثلا فرض کو د مشهد بورین مینگرنین که یک دنه هم شبیه دوست شما درو منی حرم را مور یک جلک مینگن یار مگه می خو مثل دوست مز موری است منی روایات وجود داره مگه چون او دوست است تو می خواسته که در مشهد باشه خوش داشته برای زیارت حضرت رضا علیه السلام بوره مگه یک فرشته خدا در شکل ازو در حرم دیده مشه مگه لذاش فرشته ها دزی حضرت جبرائیل هم مگه وقتی پیش رسول خدا میماد در شکل یک کسی بود در نام دهیه کلبی یک جوان بسیار زیبا بود در مدینه در شکل ازو میمد پیش رسول خدا فقط دو دفعه جبرائیل در شکل اصلی خو پیش رسول خدا مده بود از او بعد در شکل امزی جوان میمد لذا این جوان مگه ما اسرائیل استم حضرت ابراهیم علیه السلام مگه آیا امده که جان از مر قبض کنی این مگه نه ای ابراهیم ما امدوم از طرف خدا یک اعلان برای سوردم چیه و اعلان گفت خدا تو در صفت خلیلی خو انتخاب کده حضرت ابراهیم را مگزی بعد تو خلیل خداوند متعال است لہذا شما توخ کن ابراهیم علیہ السلام غیرت چی گوارا نہ کدی ایک مرد نامہرن دو بزی خانی خو بین کرنا عزیزانی گرامی دوباره امام حسن مشتبہ منی روایات وجود دار امام حسن مگدر و نماز میں خاندن یک دن زنی بد حجاب فاحشہ مگروی بری شمات شور خوردو در او رام رفت ایلب اولب ایلب اولب میں خواست توجہ امام حسن در طرف از خود خود جلب کنا توجه امام حسن را طرف از خود خود جذب کنه منی روایات است با ابن شهراشوب مگه کی ایرا قصدن شاید رای کده بود دروی بوری امام حسن تا امام حسن توجهش طرف از زن شونه و خدا نخواسته از دین خدا خارج شونه امام حسن ای کارار مون عزیز علی گرامی تا جوانای مؤمن ای کارار مون ای گور انگ شمش نه کی ابروی زنا مثلا د انټرنیټ باز اوقات علما ر این میترنه میده کی ابروی زنا بورا ابروی زنا رز بین بوبر اینمی کار را قد امام حسن مونه قد امام کاظم هم می کار را کده بود دونه زندان زن فاحشه رئی نه که امام کاظم نعوذ بالله از راه خدا بدر شونه ای زن شروع مونه را رفتو را روی بری امام حسن مشتبه هر چی که انتظار مونه می بینه زن از این کرتوتای خو باز نمایا نماز را ختم مونه هنوز هم زن مون ششته در وجیب غریب کارا کدره تا امام حسن علیه السلام جذب شونه یک مرتبه امام حسن سلام الله علیه شروع مونه گریه کدو عشق مثل بارش باران وری از شمای مبارک جاری مشه سر خورتا مونه گریه را شروع مون حزن وقتی که امام حسن را مینگر نه متاثر نه اوم شروع مونه گریه کدو گریه را شروع مون دمزی اسنا امام حسین علیه السلام مایا میبینه که یک زن نشسته درو گریه نه برارشم درو گریه نه عرض مونه یا امام حسن ای برادر چر درو گریه مونی
امام حسن می فرمایم گئی حسین یعنی زنم ده بود که مرا از راه خدا بدر کنم، ما خودش متحول شد، خودش انسان شد. و جالب است عزیزان گرامی، جوان های عزیز، مگونمو شاو امام حسن حضرت یوسف را خواه مینگرنه، حضرت یوسف را خواه مینگرنه. امزو خاطر منه بعض از روایت بعض از علماء مگا امی که امام حسن را مگا یوسف آل رسول الله است، شاید یک از دلیل های شنمی قصه باشه. حضرت یوسف دخاو امام حسن را مگا تو مثل از ما ورسته، تو شبیه از ما ورسته، تم گرفتار شدی، من گرفتار شدم، اما ما فرار کدوم از زندان رفتم، تو اشک از چیمای تو جاری شد. غیرت را میبینین عزیزانی گرامی، چه قدر کست مهم است واقعا برای امام حسن سلام الله علیه. ای است مسئله غیرت عزیزان گرامی. چند دن نکته عرض کنم که چی چیزا باعث میشه که غیرت از بین بره. بعض از چیزا است که غیرت را بسیار بدنامه از بین مبره. دمنه روایات است اولین چیزی که غیرت را نابود منو از بین مبره گوش کردن موسیقی و میوزیک حرام و مبتذل است. جوان های عزیز دقت داشته باشه، گوش کردن موسیقی و میوزیک حرام غیرت را از بین مبره. امام صادق حدیث داره مگه دمنه ازو خانه ای کی 40 روز بری موسیقی حرام گوش شونه غیرت از منی ازو خانه کوچ مونه. تو خالی کس نگه که خب مو موری 35 روز موسیقی حرام میزنی ایچ کارم نمشه. امام صادق خوب گفته 40 روز. عزیزان گرامی این مثل ازو وره که یک داکتر وقتی شمور مگه اگر شوگر تو در 200 درجه رسید بسیار خطرناک. این معنیش یه که یعنی در 150 هم که رسیدی خطرناک. او چه هم شوگر است کس نمیتنه مگه 150 درجهشی هم خطرناک نیه، نه او چه هم خطرناک است عزیزان گرامی. لحاظه باید از این چیزا انسان باید چیکار کنه؟ دوری کنه. عزیزان محترم موسیقی مو چند قسم داره. بعضی از موسیقی هار شما توخین شعر و شاعری شی حرامه، تحریک کننده شعر و شاعری داره. بعضی شعرار منگرین نمیتر تحریک کننده شعرا میخانه، شعر از انسان را شهوت شیر تحریک مونه، مست مونه انسان را، اینا حرامه. این مزی خاطر است که قرآن را شما توخین شعر نیه لیکن مثل شعر وری جذاب است آیت قرآن. چرا؟ چون عرب جاهلی شعرایش اکثر اوقات شعرهایی را میخواندن که تحریک کننده و حرام بوده. خدا اونار دمزی بانه کش کت طرف قرآن بای نینیر اینی رنگ گبابیز می. و یک وقت دیگه هم است عزیزانی گرامی که میوزیک همی گانا خوش آواز شی حرام است. این انسان را مست مونه، من انسان تحریک ایجاد مونه. تو خین دین اسلام هیچ وقت نموگه که تمام اقسام موسیقی حرامه، نه. موسیقی یا شعرش یا گانا و میوزیک شی کستا مست کننده و انسان را در تحرک بیره او حرام است. و جوان های عزیز باور کنین در نظر بنده حقیر در منی امزی جامعه از مو 98 فیصد گانه ها که منی از یاروسی ها در خانه ها منی گاری ها زده موشه 98 فیصد از نه حرام است. انسان را غیرت رز منی انسان مبرز زان گیره. توجه داشته باشیم. یک صلوات بخوان بر محمد. این شد یه اولنا نکته. دویم نه چیز که باعث میشه غیرت از بین بره عزیزان گرامی مخلوط شدن و میکس شدن زن و مرد نامحرم است. غیرت از بین مبره. امام علی علیه السلام در منه بازارهای عراق استه شده فریاد بلند مکدک مگفتک ما شنیدوم که مردهای شما در بازار وقتی که مایه بدن چقدر زنای نامحرم تچ موشه تکرام موشه حیا نمونین مگه خیرت شما کجا رفته که امروز درو من جامعه شما کارا موشه؟ امام علی درو مگه حیا نمونین؟ لعنت خدا گفت بر انسان غیرت بی غیرت. امام علی درو مگه حدیث است. تعجب است جای تعجب عزیزان گرامی، شیخ عباسی قومی ده هیچ جای مفاتیح الجنان نصیحت نمونه کسره، خالی دعای زیارت نماز است. ده هیچ جای شیخ عباسی قومی نصیحت نکده مردم را، اما دینزی جایی که وقتی میرسه شیخ عباسی قومی انمی حدیث امام علی را بیان مردم را نصیحت مونه. مگزی کارا دوری کنین، شیخ عباسی قومی نصیحت مونه مردم را. چی قدر اهمیت داره عزیزان گرامی مخلوط شدن میکس شدن زن و مرد نامحرم. ابن حارون یک شاعری بود اماد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد یا ابن رسول الله امادم عرض ارادت کنم خدمت شما. امام فرمود که آیا برای جد مظلوم از ما امام حسین شعر می خانی؟ گفت بله یا ابن رسول الله شعر می خانم. گفت یک کم روزه بخان برای جد مظلوم از ما، برای از ما میشه کم روزه بخان. ابن حارون رو تا ابن حارون استه شده می خواهی شعر بخانه، امام صادق مو یک دفعه صبر کو، یک دفعه صبر کو. چی شده یا امام؟ مگه چون مگه زنها هم میخواهی در منیزی مجلس روزه شرکت کنه، تو یک دفعه صبر کو. امام بال شده پرده میزنه در قولی مجلس،
یه پرده میزنه زنا اول بیم پرده مردها ایل بی پرده خوش نداره ای خوب نیست که زن و مرد یک جای شونه جدا باید باشه پرده میزنه از او بعد مگه ابن هارون رو اینال مگه روزه بخان روزه میخانه مگه امام ای قدر گریه مونه ای قدر عشق از چماشی جاری موشه وقتی که روزه ختم مونه ازاداران گرامی کسانی که منی مجالس اب عبدالله شرکت مونی اهمیت خورنزین جی بدانین فضیلت یزی مجالس را زبان امام صادق بشنوین امام صادق ابن هارون رو مگه کی رحمت خدا برستو ده منی ازی مجلس ملائکه و فرشته های خدا قد برکت خدا نازل شده گنج و از ماستو قد زیاد و ناغمگین شدن منی ازی مجلس ملائکه خدا یچیم قد شما هم نشین است عزیزانی گرامی یر کس ما نمگم درو امام صادق سلام الله علیه یعنی غیرتی اهل بیت علیهم السلام است عزیزانی گرامی دویم نه وجه سیم نه وجه شی که باعث مشه غیرت از بین بر عزیزانی گرامی شراب خوری است من احادیث وجود داره شراب خوردن غیرتی انسان را از بین مبره چی قدر تاکید شده عزیزانی گرامی لہذا باید توجه داشته باشیم حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که من دربار یزید مایا اولین جمله ای که زینب کبرا سلام الله علیها ده یزید مگه یزید شرم کنو حیا کنو زنهای از خود خور ده پسی پرده ده حجاب قرار داره دب جب که حال حرم رسول الله ده پیش نامحرما ده پیش نامردا ده بغیر حجاب استه ببینین غیرت زینب کبرا را اولین چیز وقتی که شام غریبا مش حضرت رقیه مور پیشی جسم پاره پاره بابی خو حضرت امام حسین ده بنی گودی قتل لگا زینب کبرا وقتی که مور پیدا و حضرت رقیه را کجا شدی دختر ما وقتی که حضرت رقیه طرف حضرت زینب توغمونه نمگا آو نمگا بابا نمگا چی مگا ای بخای ام زینب ایگو چوتا چادر نداری ما سر خورپوٹ کنم اول پدر مادر آی عزیز دست بسته خواهش منم دخترو رخ جوانهای خور از ریزگگی با غیرت بار بیرین از ریزگگی با حیا بار بیرین از ریزگگی اونا را قد حجاب معنوس کنین از ریزگگی اونا را با حیا و با عفت بار بیرین تا وقتی که کٹا شد خودونشن حجاب دشته باشه خودونشن حیا کن عزیزان گرام لذا مسئله غیرت بسیار زیاد اهمیت در عزیزان محترم باید در منی زندگی مو چیز را توجه داشته باشیم خیرت صرف اینی است که از ناموس از خود در برابر یک انسانی مریض و یک انسانی فاسد تو دفاع کنو خیرت تقاضایش است که تو هم باید ناموس خود تاکید کنی که قد صحیح حجاب در منی جامعه بدر شنو باید بگی حجاب کامل کد در منی جامعه بدر شنو باید در منی خانه هم تو باید غیرت خو خرج بدی باید بگی ناموس خور که حجاب تو باید کامل باشه دبرو رفت قد انسان های نامحرم نباید گپ بزنی ایلا بیلا نباید گپ بزنی نباید قد نامحرم رابطه برقرار کنی چرا بعضی ها غافل است خدا نخواسته لحظه بسیار زیاد باید انسان اهمیت بید عزیزانی گرامی وارس کدوم یکی از اقسام مهم غیرت غیرت دینی است و با این بول شاوی عاشورا غیرت دینی را توخ کنی که اصحاب امام حسین چی رنگ غیرت دینی داره اونونا رو مگه با غیرت اونونا است غیرت دینی عزیزانی گرم خبر میرسا برای یک از اصحاب اب عبدالله که بچه است تو دا فلا شهر گرفتار شده دا جرمی ازی که تو قد امام حسین درو همکاری منی و هم دے دا خلاف حکومت جنگ منی بچه تو گرفتار کده امام حسین سلام الله علیه اونمو تیم شرکوی نه مگه برو بچه خو آزاد کنو برو مگه بچه خو آزاد کنو پیسه می دشره هر چی که دره غلام خور مگه بیرو هر چی که دره پیسه هار پیش یزو اصحاب صحابی خو میلا برو مگه بچه خو آزاد کنو ما اجازت دادم تو را یک مرتبه صحابی امام حسین برای زانوای گرامی مفته یا امام حسین تو خدا نگی که ماز پیش تو برو ایر از من نخوای بیلو بچه ما کشته شنه اگر ما آزاد کنم بازم میرم در خدمت استو در رکاب استو شهید میشه از من خوبه که بین امونجی شهید شون حاضر نموشه عزیزانی گرام این رو مگه غیرت امام حسین قدر برایش ارزش داره ای قدر نسبت به ابا عبدالله احساس غیرت مونه که حاضر جان خور برایش فدا کنه شاوی عاشورا شما توخ کن چند دفعه امام حسین سلام الله علیه یارای خور امتحان مونه امتحان برای امتحان بورین مگه اینا قد از ما کار داره دا شما کار نداره از تاریکی شاو استفاده کده بورین اینا قد از ما کار داره
اما يقدن از اصحاب شمائم گا يا امام اگر هفتاد دفع مر بکشا و زنده شنم باز هم جان خور برستو فدانم تور تنائل نمون چی قدر سخت است عزیزانی گا شاوی آشورا امام حسین تمام را گفت بوریم تمام را گفت بوریم حتی قمر بنی هاشم را گفت بورو تا عباس تو رم مگو مگر میخوای بوری بورو امتحان دیگه نه امتحان تمام را میخوای امتحان کنه عباس بورو اما ابو الحفظ لی عباس ایک دفعه مای روی بوری ابا عبدالله اسلام شای حسین زندگی را بعد استما چی کنو عباس بعد استو زنده بمنا چی کار کنه ابد والله يا حسين ما تر هیچ وقت تنهایل نه و نو عباس تر تنهایل نه ابا عبد الله تمام ر انتها تمام ر گفت پورین اما یک کسی کی ور امام حسین تنها گفت نروز زینب کبرا بودک هیچ وقت قهر خور نه گفت که زینب تو هم برو نه خبر دری نزادارا امام حسین از روزی دوم که دا محرم آمد تا شاو یا شراق زینب دوباره شهادت خو گب نده خبر ندرو می چی رنگ رابطه من ایزی خواهر و برادر چی محبتیه حسین نمی تر زینب رو بگای زینب فردا می خواهیم شهید چنو حسین منده چی رنگ بگا زینب رو چی رنگ رازی کنش امام سجاد مگا امام حسین مای پشت خیمه زینب کبرا میشنه شروع من شیر خاندن مگا ای دنیا ای روزگار ای زمانه اوف بر دوستی از تو تمامی کسایی که تمنی تو زندگی مگا تو نار کشتی از بین بردی تمام از بین مور ایک روز امام سجاد مگا حضرت امام حسین پدر جان سی دفعی شیر را میخانه چی میخواه بگا گویا میخواه دا گوشی زینب برسا ای زینب برار تو هم صبح رفته لی از دنیا اما مگه زینب کبرا دا ولنه دا فاکس لمن لشان نبیده دا سیم نده دا وقتی ابا عبدالله ای گبر بیزده یک دفع زینب از خیمه ها گریه گده بدر بشا ای برادر تو را خدا کبی مردن نزن تو را خدا کبی مردن نزن ای برادر تو امشاو هم برای محلی هسته هم برای فاطمه زهرائی هم برای حسنی گویا تمام شیم شاو از بین مورن درو یا حسین گوی مردن نظر اما امام حسین تسلی می ده مگا خواهرم زینب جد ما رسول اللہ از مگده بهتر بود از دنیا رفت علی مرتضی از مگده بهتر بود از دنیا رفت مادرم از ما بهتر بود رفت امام حسن رفت ما هم مورم ای خواهر صبر داشت دل زینب کبرا را آرام منای ازاد آرا اجرکم الله راوی مگا ابن نافع مگا یک مرتبه دیدم حضرت امام حسین از من خیمه ها بدر بوشه درو اطراف خیمه ها میگشت ابا عبدالله چی میبینم مگا امام حسین خموشه یک چیز از زمین بال مونه باز خموشه یک چیز از زمین بال مونه مگا میبینم درو گرد خیمه ها چکر میزنه یک چیز از زمین بال مونه مگا نزدیک شمارم یا ابا عبدالله چی درو منه دامن جم مونه یک مرده بس سنا میزنه مگا ابن نافه درو خارا را جم مونم صبح خیام را آتش میزنه رقیه دل بدر بشه پایش بره خارا پای رو خیه زخم مشا اما ای حسین دخمی خار منده صبح تازی آن مخرا صبح از گوش آشی گوشوارا صبح زینب کبرا دامن جی آتیش تو دخمی خار آمنده یا با عبدالله اجر کمال الله حسین با غیرت ربائن توکن عصر عاشور آیا دشمن وقت طرف خیام حمله منا فریاد بل المشه یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن دینون فکونو احرارا فی الدنیا ای آل ابو سفیان اگر دین ندارن غیرت داشته باشین حسین دیتا یا
اول حسين نبوكشن باز بره خيام شي املكنين شمر مغا باشا اي حسين باشا اول كارس دور ختم موني از بعد طرف خيام موري ولحظة برا ميرزا آسمان كربلا سرخ مشا اجركم الله زلزلة تاري مشا زينب كورامي بلا آواز گوڑا درو مايا آواز فائز الجنا مايا صدا مزن رقيا بيا بابا وردا اما وقت رقيا برو مايا مبنى زلجنا تنهايا واو زينا اي زلجنا بابي ما كجا شود زلجنا بامي مراو ددين واو زينا واو محمدا يك مرد بفرياد اگر کش دن جرا آبش ندادی اگر کش دن جرا خاکش ندادی بی بی آدور زلجن آرمیگ نگیری او فقا شروع بشا زینب کبران آل او فقا شروع منا و محمد آ بی بین قد حسین تو چکار کدن مور طرف گودی قد لگا دخام غریبا فریاد مزنا آزا حسین کا مرمل بالدماء یا محمد آ این حسین تو یا مرمل بالدماء دخون غلط آیا سر از بدن جدا کدن على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فروردگارا بحق مظلومية أبا عبد الله تعجيل در ظهور أغا إمام زمان بفر ای جوان ها ابا عبداللہ شاوی عاشورا تک تک اصحاب خور امتحان کدک حبیب ابن مظاہر رگو بور زنائی خور ببر بور زنائی خور بگی اگر میخائی بورین امام حسین گفتا بورین حبیب گفت چشمی ابا عبداللہ پیغام شمور میر سندر اما وقتی پیشی زنائی خور گفتا ابا عبداللہ گفتا بورین مرے لکھنا بورین خور خور نجات بلین زنی حبیب فریاد بلند کرے حبیب تو برای چی اندے گفت میں خائم از فرزند رسول اللہ دفاع کنو گفت موام میں خائم از دختر رسول اللہ دفاع کنی اے حبیب تمہیں خائم زینب تنہ تازیانہ بخرا تمہیں خائم رقیہ تنہ سیلی بخرا اے حبیب تمہیں خائم زینب تنہ دربار شام بورا مانا بوری تنہ امتحان منا امام زمان ام موشور ادعال منا اے جوان ها خود خورا مادہ کرن برائی زور فروردگارا با مغفرت گناہان ملقلب امام زمان راضی و خوشنود دگردہ